برای این کاری که الان میخوایم انجام بدیم، یعنی آشنایی با یه پوشه و یه دونه فایل، ببینید چیکار میام داخل کامپیوتر، پنجره ای که فایل های زیاد دارم، اینایی که زرد رنگن میبینید چی هن؟ پوشن، فولدرن، یعنی داخل خود اینا برم یه سری فایل ها وجود داره. اما پایین تر بیام یه سری فایل های آزاد دارم باز. فایل اینها، اینا فایل ها هستن، داخل پوشه ها هستن. بس ظهیری دو بزنم تا الان خالیه، یه پوشه خالیه، ولی این چیه؟ یه سری فایل توش داره. ببینید روی پوشه، کلیک راست کنیم چه گزینه‌ای داره. اوپن یعنی بازش کن، کلیک راست، یا دوبار روش کلیک می‌کنیم باز میشه. دو، اوپن نیو ویندو، یعنی این پنجره‌ای که جلوی باشه این توی پنجره جدید باز بشه. بس من الان دو تا پنجره دارم، اون هست اینم. اوپن نیو ویندو یعنی توی پنجره جدید باز بشه، کلیک راست. شیر یعنی این توی شبکه شیر بشه، یعنی مردم بهش دسترسی داشته باشه، بیشتر توی هوم گروپ اینا داشته باشی. الان من شیرش کردم، یعنی الان کسی بخواد بره توی شبکه، وارد اکبر ظهیری بشه، چیه؟ این سی دی رو میبینه، فایلای سی دی خودم رو. حالا میخوام از حالت شیر در بیارم، هیچ کاری نداره، راحت بیا روی دوباره کلیک راست کن، شیر نوبادی، از حالت شیر در نوبادی علامت در اومد. خب قسمت بعدی، اگه برنامه این از کرده میشه ویزیب نا، مثلا زیپ میتونم فشردش کنم، مثلا از این زیپ بگم که به این نوع مثلا زیپش کن، فشردش کن، شروع میکنه به زیپ کردن، برنامه وین زیپ رو باز میکنه و فشردش میکنه، حجمش رو کمتر میکنه برای فرستادن به اینترنت اینا، یه فایلش هم میکنه. ببین الان حجم این چقدره؟ 51 مگابایته. برم زیپ شدهش رو نگاه کنم، کو زیپ شده این بالا اینا سی دی اگزمپل، زیپ شدهش چقدر شد؟ حدود 37، 20 تا کم کرد، نزدیک 20 تا، 37 مگابایت. اینم چیه؟ قبلی چی بود؟ 51 بود. خب بس به صورت فشرده فایلاشو چیز کرد. حالا هر وقت هم زیپ شده رو خواستیم باز کنیم باید چیکار کنیم؟ کلیک راست کنیم، اکستراکت اینجا بازش کن، که دارم نمیخوام دیگه، دیلیتش میکنم، انتخاب و دیلیت. خب کلیک راست، ریستور پریویس ورژن. اگر به مشکلی برخورد، قبلا بکاپ گرفتی، میتونی چیکار کنی؟ ریستور بزنی و اون بکاپی که گرفتی رو انتخاب کنی و برگردونی به حالت اول هر پوشه‌ای رو که خواستی. قسمت بعدی ویروسیابی، که چون فعاله میتونم ویروسیابی کنم، بیام بگم که کلین فایل، اگر یه چک کن اگر ویروسی چیز داره، چک کنه ویروسیابم چیکار کنه، پاک کنه، میگه که نه مشکلی نداره. واسه به برنامه‌ها داره، همه گزینه‌ها نیست. قسمت بعد این کد لایبرری، یعنی این بره توی لایبرری چیه؟ فرض کنید داکیومنت های من یا میوزیک من. حالا ببینید چه اتفاق میفته. من داکیومنت انتخاب میکنم. اگه سمت راست نگاه کنی قسمت داکیومنت، این سی دی اومد اینجا، یعنی از این دفعه کسی که میاد توی ارزم به حضور شما که پوشه آقای ظهیری اینجا قسمت داکیومنت، یه قسمت از دسترسیش چیه؟ چیه؟ سی دی ها. دقت کنید اینجا کپی نشده، فقط یه میانبره، ولی دسترسی سریع من چون اینا سند بودن اینجا دستش. حالا میخوام اینو از اینجا بردارم، هیچ مشکل نداره، اینی که ارزم حضور شما که اینجا اضافه شده توی داخل لایبرری اینجا کافیه. من بیام اینجا سمت چپ داکیمنت، این پوشه‌ای که لایبرری که اضافه شده روش کلیک راست کنم، بعد بگم که ریمو، یعنی بردار از اینجا، اینجا اصلا نباشه، مشکل نداره چون میانبره، ولی اصل فایلم سر جای خودش هست، یعنی در داخل اینجا، اونو درست از اونجا، فقط میانبرش تو لایبرری گذاشته بود. سی دی یا کلیک راست مجددا، خب این کلود لایبرری که گفتیم، سن تو یعنی همینو بفرست، از همینجا میتونم بفرستم داخل سی دی رام، رایتش کنم فلاپی یا فلش مموریم اگه فعاله به فلشم، سنتو یعنی انگار که کپی کردم و بردم اونجا پیستش کردم، کات یعنی ببره، یعنی کلا از اینجا برداره، کات یعنی کلا از اینجا برداره، حذفش میکنه، حواستون باشه. کپی نه، اینجا باشه، یه نسخش هم به من بده، به کات کم رنگش که کلا برمی‌داشت، اگه می‌خواستم چیزی به جای دیگه پیست کنم، پیست کنم، کپی یه نسخه بده، پیست یعنی اونی که تو حافظه از کپی کردم و بچسبونه. مثلا من اکثر رو کپی کنم بیارم داخل اینجا، کلیک راست پیست کنم،
یعنی یه نسخه از اینم اینجا چیکار کردم چسبوندم، ولی عکس خودش اینجا چون کات نکردم. اما اگر اینو نگاه کنید کاتش کنن بیارم داخل اینجا پیستش کنم دیگه اینجا هست، اونجا دیگه نیست. پس فرق کات و کپی اینه. کلیک راست، کریت شورتکات یعنی یه میانبر ازش درست کنه، اینا یه میانبر. این حذف بشه هیچ اشکال نداره، یه میانبره، ولی خود این حذف بشه دیگه کل فایلش رفته. اینو میتونم حذفش کنم دسترسی سری، مشکل نداره. کلیک راست دیلیت یعنی کلا حذفش کنم، از بین ببرم این پوشه هر چی بشه. رینیم اسمش عوض کنم، رینیم میخوام اسمش عوض کنم، رینیم اسمش اساسا یک سی دی اگزمپل مثلا بگم که سی دی اگزمپل یکشو برداشتم دیکتش عوض کردم، حالا هرچی که هستش. حالا چون عوض کردم سریع جابجا شد، مرتب شد به حرف، به ترتیب حروف الف باس اومد اینجا چون اسمش عوض کردم سریع دید. و پراپرتی مشخصاتش رو نگاه کنم. حالا مشخصاتش ببینید چه قسمتایی داره که مهمه به دردمون میخوره. اسمش چیه، مسیرش چیه، حجمش چقدره. از حجم یه پوشه ای رو میخواد ببینید، پوشه هیدن میتونم مخفیش کنم، اپلای اوکی. یعنی چی؟ یعنی این فایل الان اینجا دیده نمیشه، نیست، مردم نمیبینن، خودم میخوام ببینم. بابا جان تنها روشش اینه که بری کنترل پنل، فولدر آپشن و ویو، بعد بگی که شو ویو، قسمت ویو شو، یعنی نشون بده فایلای مخفی رو، اپلای اوکی. حالا بیای اینجا فایلای مخفی رو میشه اینا به صورت کم رنگ میتونی. پس اگر یه فایلی، یه پوشه ای مزد بخوام، فایلای مهمی داشت میخواستی از جلوی چش دیگران در امان باشه، میتونی چیکار کنی؟ روش کلیک راست کنی، مثلا این داخل اسلامیک فوند کلیک راست، پراپرتی و هیدن مخفیش میکنم. خب ولی الان دیده میشه چون اون چیه، فولدر آپشن فعاله. باید برم توی کنترل پنل، فولدر آپشنز، فولدر آپشنز، و از اینجا چیکار کنم؟ از قسمت فیو دونت شو، نشون نده فایلای مخفی رو. الان دیگه هر کس بیاد اینجا اسلامیک فونت رو بعد از اون حضور شما که سی دی اگزمپل رو نمیبینه، و هر وقت خودم خواستم ببینم باید برم خودم خواستم ببینم فولدر آپشنز و ویو شو فایل، بگم که فایل های مخفی رو چیکار کن نشون بده. حالا برای اینکه هی این بازی ها در نیاد دیگه نیازی نیست، میام روش کلیک راست میکنم، از حالت هیدن در میارم هر دوتا رو، اپلای اوکی اوکی اوکی. خب گزینه بعدی کلیک راست پراپرتیز، بس مشخصاتش و حجمش نشون میده. ادوانس، اگر به حالت ادوانس بشید میتونید چیکار کنید؟ این کار یه مقدار خطرناک، خوب دقت کنید، ولی حالا گفتنش بد نیست. میتونید رمزگذاری کنید، یعنی فشردهش، این کامپرس یعنی فشرده میکنه، حجمش کمتر میکنه. من الان چقدره؟ یه فایل کوچیک انتخاب کنم که سریع انجام بشه، مثلا این پوشه ببینم چه 2 مگابایت. خوبه، کلیک راست پراپرتیز ادوانس واردش میشم، میگم کامپرس، کامپرس یعنی فشردهش کن، ببین چه اتفاقی میفته، همه پوشه های زیر پوشه هاش هم انجام بده. خب شروع میکنه به فشرده کردن، 2 مگابایت بود، ببینید چقدر شد 2.18. بعد از هم حضور شما که حالا مشکلاتش چیه، دقت کنید رنگش مشخصه، این آبیه، این آبیه نشون میده که من حواسم باشه که این فشرده شده. خب حالا یه فایل دیگه ای رو که کوچیک‌تر انتخاب میکنم، قسمت بعدی 120 اینچ خیلی بزرگه، اینا نسلیقه 1 مگابایته، کلیک میکنم ادوانس، قسمت بعدی اینکریپت، اینکریپت حواستون باشه چیکار میکنه، رمزگذاری میکنه، به چه درد میخوره. این پوشه رو دیگه ارزم بزرگ شما که به هیچ وجه، خوب دقت کنید، سبز رنگ شد، به هیچ وجه به جز من کسی دسترسی نخواهد داشت سبز رنگ. یعنی الان مصطفی بیاد هیچ وقت اینو میبینه ولی میخواد بزنه نمیتونه دسترسی داشته باشه، رمزگذاری کرد. اما خطراتش چیه؟ خوب دقت کنید بعدا به مشکل بر نخورید. ویندوزتون پاک بشه، ویندوزتون عوض بشه، خودتون هم دسترسی نخواهید داشت. بعد قبل از اینکه ویندوز عوض کنید، ویروسی بشه، اتفاقی بیفته، حتما اگر این فایل برای مهمه بیایید کلیک راست کنید، پراپرتیز، برید قسمت ادوانس، از حالت اینکریپت در بیارید. بعد ما رو نالو نفرین نکنید که حالت عادی. پس اینها رو حواستون باشه، از حالت قبلی در بیارید. بعد که ویندوز رو از موضوع شما که عوض کردید، باز بس این موقعی که دارید کار میکنید حواستون باشه وقتی اینکریپتش میکنید ویندوز عوض بشه، شما دسترسی به این فایل نخواهید داشت.
یا ویندوزتون پاک بشه، یا کلا رمزتون رو عوض کنید، یوزر نیم پسورد اینا رو از دم بزرگ شما که برید توی کنترل، توی قسمت منیج چیه، ریسیت پسورد کنید. یه مقدار خطرناکه، حواستون باشه. رمز اشکال نداره ها، ولی برید ریسیت پسورد کنید، ست پسورد داره، اونو ریسیتش کنید. یعنی توی اینجا بیایید توی منیج و برید قسمت یوزر، اینجا بیایید ست پسورد بکنید، ست پسورد. اینجا خودش داره میگه، حواست باشه، میگه خطرناکه، یعنی تمام اون فایل ها دیگه غیر قابل دسترسی خواهد بود. اما اگر برید توی کنترل پنل و توی کنترل پنل یوزر اکانت، مثل یه کاربر معمولی، بیایید اینجا change your password بزنید، این اشکال نداره، این تغییر ایجاد نمیکنه. ولی از اونجا تو منیج عوض کنید، دسترسی به این فایل دیگه غیر ممکن خواهد بود. خب پس روی فایل ها تمرین کنید. یه فایل خالی که توش به درد نمیخوره تمرین کنید، بازی کنید، لاگین برید، مثلا لاگ آف کنید، با یه یوزر دیگه چیکار کنید، مثلا بیاید اینجا لاگ آف کنید، بعد با یه یوزر جدید لاگین کنید، ببینید واقعا حرفایی که میگم چطوری اتفاق میفته، دسترسی دارید درون پوشه های ما. چون اینجا الان میتونید انتخاب کنید، بگید که ارزم بزرگ شما که اینکریپت کنه، ولی چیه صفحه که الان میاد اپلای رو میزنم، از مام اپلای رو نزده بودم، اپلای رو میزنم، فقط این فولدر باشه، ساب فولدراش نباشه. میتونید اینا رو تنظیم کنید، کنسل میکنم. خب گزینه بعدی در قسمت یه پوشه، منظورم کار با یه پوشه است. بعد از اینها شیرینگ، شما میتونید از همینجا شیرش کنید، یعنی توی شبکه بگید که آقا ازم بزرگ شما که اینو شیرش کن. به چه اسمی؟ میگم که به اسم مثلا چیه، فونت، انتخاب میکنم شیر، ایران نستعلیق شیر شد، دان انجام گرفت، گویه ایران نستعلیق. بله اینها. حالا چه اتفاقی میفته؟ میریم شبکه، نتورک، اکبر ظهیری، ایران نستعلیق فونت شیر شده. حالا میخوام از حالت شیر در بیارم، کاری نداره که. دوباره میام اینجا ایران نستعلیق، میام روش کلیک راست میکنم، شیر وید و نوبادی، یعنی میگم که کسی به این دسترسی نداشته باشه. یعنی الان من برم شبکه، اکبر ظهیری دیگه در دسترسی دیگران نیست. خب کلیک راست، پراپرتیز، شیرینگ که توضیح دادیم، ادوانس شیرینگ که پیشرفته تر، یوزر نمیدونم چیزهای مختلف، شیر دیس فولدر، این فولدر رو به همین اسم اضافه کن. ارزم بزرگ شما که چند نفر میتونن در عین واحد، 20 نفر، 2 نفر، که برای اینکه شلوغ نشه، پرمیشن، چه اجازه هایی داشته باشن، فول کنترل داشته باشن. اینجا فقط ریده، فقط میتونن بخونن، چنج میتونن عوض کنن، دینای، اکسپت، هیچ کاری نمیتونن بکنن. واقعا بچه شیر میکنم، پس یه دونه شو حداقل باید چیکار کنم انجام بدم. ایوریوان یعنی هر کسی. اد یه نفر رو اضافه میکنم، مثلا مصطفی رو میام میگم که مصطفی اضافه میکنم. اوکی ایوریوان هر کسی از فقط میتونه بخونه. مصطفی رو اضافه میکنم، میگم که الو بهش فول کنترل، پس ایوریوان فقط میتونن بخونن، ولی مصطفی فول کنترله دسترسیش. پس میتونید تو قسمت ادوانس یه تنظیمات زیادی رو انجام بدید اگه دوست داشتید. خب قسمت بعدی سیکیوریتی، امنیت. این فایل رو دوباره میتونید چیکار کنید؟ من الان توی بم پوشه چیه، هر کسی اجازه خواندن نوشتن اینا فول کنترله، میام انتخاب میکنم آقا مصطفی رو. آقا مصطفی فول کنترل نیست به این پوشه، چیه، فقط رایت میتونه رایت کنه، میخوام از رایت ازش بگیرم. خب میام ادیت رو میزنم، حاج مصطفی رو انتخاب میکنم، رایتش رو چیکار میکنم، دینایه، مثلا میخوام دینایه، میام چیکار میکنم، بهش الو میدم، اجازه میدم. اوکی یعنی رایت میتونه بنویسه، رید میتونم دوباره ادیت رو بزنم. شما اد یه یوزر خاصی رو انتخاب کنید، همون کارهایی که توضیح دادم، که دسترسی رو از نظر امنیتی چه کسایی به این دسترسی داشته باشن، دسترسی نداشته باشن بخونن. اون یوزرهای خاصی که نمیخواید دسترسی داشته باشه چیکار کنید، بزنید ادی، ادش کنید و بیایید اینجا دینای کنید، مثلا به این دسترسی نداشته باشه یا فقط بتونه بخونه نتونه تغییر بده. اینا برای پوشه ها خوبه، پوشه های مهمتون
بعد نیست با یه پوشه خالی که زیاد چیزی فایلای مهمی نداره تمرین کنید، بعد با یوزرهای مختلف لاگین کنید تا یاد بگیرید. اینا باید تمرین بشه. قسمت ادوانسی که خیلی پیشرفته که یه سری کارهای خاصی رو انجام میده که زیاد توصیه نمی‌کنم، اینا برای ادمیناست که شما برید و کار بدید، کار دست خودتون بدید. خب قسمت بعدی پریویس ورژن، باز برای ریسه اگه پوشه‌ای بود که خواستید برگردونید روش کلیک راست، بعد پراپرتیز میتونید چیکار کنید، اگر ازش بکاپ گرفتید انتخاب کنید و چیکار کنید برگرد ریستورش کنید. کاستماایز بدید این سفر رو، عکس مکسش رو چنج آیکون، آیکونش رو مثلا بیای عوض کنید، بیای بگید که آقا من دوست دارم این آیکونش این در این صفحه برای من مهمه این شکلی باشه، آیکونش از این دفعه این شکلی میشه. کارهای خاصی که توی کاستماایز بهینه کردن میتونید نشون بدید که تو جای مختلف کار شده. این روی پوشه، کار با یک پوشه. حالا چند تا پوشه رو با هم دیگه انتخاب کنیم فرقی نمیکنه، یه سری گزینه های بهش اضافه و کم میشه که میتونید نگاه کنید و چیز خاصی نیست که جدید باشه، فقط همه رو با هم دیگه سلکت کردید.